روزنامه های رژیم اون هم رژیمی شق شقه و جناهی همیشه در کشاکش و جنگ گوکا بخشی از بحران های نظام رو باستاب میدن مسعود پیرنیا همراه ما هست برای بررسی همین موضوع در روزنامه های حکومتی امروز مسعود سلام به تو خواهش میکنم بفرمایید سلام به شما و سلام و درود به همه بینندگان و همیهنان عزیز در هر کجا که هستید موضوع اصلی که توی روزنامه حکومتی 11 خرداد به اون پرداختن بازم بحران های مختلف رژیم که توشون مسئله مربوط به مجلس انقبازی دستپخت خامنی بیشتری مطالب رو به خودش اختصاص داده از آن به تعمیق شقه درونی رژیم و شدت گرفتن بحران تو رأس قوا از جمله مزامین مقالات مختلف اما نکته جالب اعترافا به خوی و روش و منش ثابت باندهای حاکم یعنی قارتگریه. توی رابطه مثلا روزنامه آفتاب یزد با اشاره به اعتراض زاکانی و شرکا از باند خامنه به اعتبارنامه تاجگردون نوشته در 17 سال گذشته هرگاه اعتبارنامه هر نماینده ای زیر سوال رفته او نیز به اعتبارنامه معترضانش اعتراض کرده و با سیستم گروکشی موضوع حل و فصل شده است دقیقا همین روش دیروز نیز تکرار شد گزارش ها حاکی از آن است که قلام تاجگردون به اعتبار نامه قالیباف، زاکانی، میرسلیم، کریمی عراق و آقا تهرانی اعتراض خواهد کرد روزنامه ستاره صبح هم نوشته تا زمانی که منابع درآمدی دولت به بفور در دسترس باشد امکان تقسیم آن به که همه طرف های یک نزاع سیاسی را راضی و یا دست کم کنترل کند وجود دارد اما به محض آنکه منابع کاهش یابد و بلخص زمانی که منابع حکم کیمیا پیدا کند دیگر تقسیم آن بر اساس منافع روزافزون نیروهای سیاسی و پایگاه اجتماعی آنان به امری دشوار تبدیل می شود و موجبات برخوردهایی را فراهم می کند. بله، گفتی که روزنامه به بحران مختلفی پرداختن میشه بگی که این بحران چه بوده به این بحران ها اشاره بکنی؟ بله روزنامه های هر به انزوای جهانی رژیم پرداختن مثلا کیهان به بیانیه سه کشور اروپایی در مورد التزام رژیم به برجام اشاره کرد و سوز و گداست کرده روزنامه ابتکار هم از اختار فیفا به رژیم خبر داد و اقتصاد سرامد از فرصت سوزی هفت ساله تو صادرات گاز گفته. و روزنامه آرمان هم از بیراهلی رژیم در مقابل تشدید تحریم های آمریکا نوشته ولی بحران های داخلی مثل قتل فجی رومینا بیابی شهرهای خوزستان و ادامه آتیسوزی تو جنگل های زاگروس بیشتر مورد توجه قرار گرفته که ناکارآمدی و بیلیاقتی رژیم تو برخورد با بحران های مختلف محور مرکزی این مطالب هستش رسوایی و بیابروی رژیم تو این عرصه ها انقدر هستش که مورد تماس خود روزنامه هر دو باند حاکم هم قرار گرفته نگاه کنیم به روزنامه آرمان که نوشته الان ما در وضعیتی هستیم که یک نفر باید در مواقع بحران بیاید و سازمان مدیریت بحران را مدیریت کند تا این عزیزان تصمیمی نگیرند که شرایط بحرانی از آن چیزی که هست بحرانی تر شود الان چند روز است که جنگل های کشور دارند میسوزند و به دمپایی همام ما هم نیست چند سال قبل بود که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همینطوری که داشت ما را نگاه میکرد و دنبال شواش و مشتلق بود و بادی هم به قبعب انداخته بود اعلام کرد آمادگی ایران در مقابل بحران ها فقط ده درصد است یعنی اینطوری استنباط می که باد مثلا از عدسه دیگر شدتش بیشتر نباشد که اگر باشد ما رسما وارد بحران می شوید. باور کنید بحران خودش هم راضی نیست که ما با این میزان آمادگی در برابرش ایستادگی کنیم اما در مورد همین ده درصدی هم که ایشان اعلام کرده یک سری شک و شبه وجود دارد که ما چقدر میتوانیم در برابر بحران ها با این شرایط ایستادگی کنیم مدیریت بحران ده درصدی احتمالا شامل این موارد می شود الف در صورت وقوع زلزله جیغ می کشیم اگر طوفان شد فرار می کنیم جیم اگر آتش سوزی شد فوت کرده و آب دهان سمت شعله های آتش پرتاب می کنیم دال اگر سیل آمد ثابت می کنیم که اگر آب باشد شناگر ماهری هستیم و شنا میکنه اما روزنامه سیاست روزم از اون یکی بان یعنی باند خامنه اینطور نوشته روحانی مردم برای مدت طولانی باید سبک زندگی را تغییر بدن بعدش هم سوال میکنه که با توجه به این اظهار نظر کدام یک از سبک های زیر برای مردم مردم زیر خط فرق توصیه می شود الف سبک نون و پنیرالیزم به سبک قرض گیرالیز، جیم سبک جوم به کنالیز دال سبک برو به میرالیز البته بذارین ما اینو بگیم که معلومه که پاسخ مردم ما به کل نظام از همه جناش همون گزینه دال هستش. خیلی ممنون از همراهی شما. کلمبیا قاچاق مواد مخدر یک نیروی نظامی برای مقابله با اون میره کره جنوبی داروی ضد ویروس وارد میکنه آیا کووید 19 عقب نشینی میکنه میمون های هندی سقف تازه ای از دزدی زدن آیا شکل زمین ما تغییر خواهد کرد نقش درختان و اکوسیستم بخش رسانه های جهان به این موضوعات خواهد پرداخت سلام میکنیم به شما و گزارشتون رو گوش میدیم منم خدمت شما و بینندگان گرامی سیمای آزادی سلام عرض می‌کنم. خبرهای امروز های جهان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. خبرگزاری رویترز از قول سفارت آمریکا در بوگوتا نوشت که یک واحد از ارتش آمریکا برای کمک به نیروهای مسلح کلمبیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مدت چهار ماه به این کشور بیاین. سفارت آمریکا روز چهارشنبه بدون ذکر تعداد نیرویی که قرار اعزام بشه گفت تیپ پشتیبانی نیروهای امنیتی آمریکا اوایل ماه جوان وارد کلمبیا خواهند شد. آدمیرال کرک پالر فرمانده جنوبی آمریکا در بیانیه گفت ماموریت این تیپ در کلمبیا برای نشون دادن تعهد متقابل ما در برابر قاچاق مواد مخدر و حمایت از صلح منطقه‌ای فرمانده ارتش کلمبیا ژنرال لوئیس فرناندو گفت که تیپ اعزامی آمریکا برای آموزش نیروهای عملیاتی کلمبیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به این کشور میرن. با افزایش مبتلایان به کرونا در کره جنوبی این کشور به دنبال وارد کردن داروی ضد ویروس رمدی سیویره. رویترز نوشت پس از اینکه محدودیت های مربوط به فاصله گذاری اجتماعی در کره جنوبی قدری کم شده شیوع بیماری کرونا اوج تازه گرفته و به همین خاطر مقامات بهداشتی این کشور گفتند که برای درمان این بیماری به شرکت گیلیت ساینس سفارش داروی ضد ویروس دادند. مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های کره جنوبی گفت وزارت غذا و ایمنی دارو باید این واردات رو تایید کنه اما هیئت دولت میگه رمدی سیویر نتایج مثبتی داشته فاستر سیتی شرکت گیلارد مستقر در کالیفرنیا گفته که این دارو برای افرادی که از بیماری تنفسی ناشی از ویروس کرونا رنج میبرند نتیجه مثبتی داشته و داده هایی رو ارائه داده که نشون میده اگر این دارو در مراحل اولیه بیماری استفاده بشه نتیجه بهتری خواهد داشت و اما بشنویم از میمون های هند که نمونه خون فردی که مبتلا به کرونا بود رو دوزیدن به گزارش تلویزیون سی این, این یک گروه از میمون ها در استان آتار پارادش هند به یک بیمارستان دولتی دست زدند و نمونه های خون آلوده به ویروس کرونا رو از اونجا رو بودن. CNN به نقل از دکتر والیان مدیر آزمایشگاه یک کالج پزشکی در منطقه میروت در شمال هندوستان گفت این حادثه زمانی رخ داد که یکی از کارمندان این آزمایشگاه چندین نمونه خون بیمار کرونایی رو که میخواست آزمایش کنه در همین موقع میمون ها به اون حمله میکنن و جعبه ای که نمونه های خون در اون بود رو از دست این کارمند میدوزدن و فرار میکنن به گفته ای دکتر بالیان میمون ها از درخت بالا میرن و شروع به جویدن بسته ها میکنن و بعد از جویدن اونها بقیه جعبه ها رو پرت میکنن پایین مدیریت این منطقه دستور تحقیقات علیه این آزمایشگاه رو به خاطر بی در کار با نمونه ها صادر کرده یه خبرم داریم از تاثیرات جوی زمین روی جنگل هایی که به درختان جوونتر و نازکتر منجر میشه. به گزارش سایت ام پی آر جنگل های امروزی با جنگل هایی که در آینده وجود خواهد داشت تفاوت داره. به این معنی که افزایش درجه حرارت زمین، قطع درختان جنگلی، توسعه اجتماعی و پجای محیط زیستی که به دست انسان به وجود میاد، ساختار و شکل جنگل های کره زمین رو تغییر خواهد داد. تحقیقاتی که در مجله علوم چاپ شده در این باره میگه درختان کهنسال و تنومند در اکوسیستم مربوط به خودشون با سرعت باور نکردنی در حال از بین رفتن هستند و به جنگل های با درختان کوتاهتری تبدیل خواهند شد بنابر این تحقیقات هر چند سرعت این تغییرات در نقاط مختلف زمین و به دلایل مختلف متفاوته اما پیامت این شرایط تاثیر خودش رو در کل جهان خواهد گذاشت با تشکر از همراهی شما توجه شما رو به ادامه برنامه تیک تاک جلب می کنم. فساد، رانت، اختلاس و غارت در نظام آخوندی تا اونجا اوج گرفته که خامنه ای روز 19 بهمن سال 96 برای دربردن خودش مجبور شد به صحنه بیاد و بگی که در نظام فساد اجده های هفت سره البته بعدش تاکید کرد که نگید این فساد سیستماتیکه چون میدونست خودش سر این سیستمه و فساد سیستماتیک معنیش اینه که خودش سر تمام دوزی هاست یک بخش از این فساد سیستماتیک و اجده های هفت سر های گسترده و نجومی توسط نهادهای زیر دست خامنه ای و تمامیت نظامه یک گزارش سیاسی در این مورد و کنکاش در پدیده قاچاق در نظام ولایت سلام اقتصاد ایران که به دست آخوندها اشغال شده به ویرانه تبدیل شده و با بحران های متعددی دست به گریبانه یکی از این بحران ها قاچاق کالاست در اینجا میخوام نگاهی گذرا به قاچاق کالا در ایران بندازیم ابتدا اجازه بدید ببینیم که میزان قاچاق کالا در حاکمیت آخوندی چقدره جانگیری معاون اول آخوند روحانی در های انتخابات نمایشی ریاست جمهوری رژیم در 22 اردیبهشت 96 گفتش که میزان قاچاق کالا 25 میلیارد دلاره. اجازه بدید یک مثال جالب اینجا بزنید. در سال 95 آمار واردات پوشاک از ترکیه به ایران بر اساس آمار گمرک رژیم ایران 61 میلیون دلار بوده. اما گمرک ترکیه آمار داده که 5 میلیارد دلار پوشاک به ایران صادرات داشته. یعنی نزدیک به 82 برابر گمرک ایران کمتر گفته یعنی فقط یک و دو دهم درصد واردات و پوشاک از ترکیه رو علنی کرده ربیعی که الان سخنگوی آخوند روحانی هم هست در خصوص پوشاک گفتش که توی پوشاک ما 15 میلیارد دلار بازارمونه از این 15 میلیارد دلار 35 درصدش رو در داخل داریم جواب میدیم یعنی 9 میلیارد و 750 میلیون دلار وارداتیه که از این میزان آمار رسمی به زحمت به چند صد میلیون دلار میرسه یعنی بخش اعظمش قاچاقه آخوند روحانی مدعیه که قاچاق رو کم کرده و با اون مبارزه کرده اما اجازه بدید که ببینیم این حرف چقدر واقعیه حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم در خصوص مبارزه با قاچاق گفت به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق میزان قاچاق کالا 21.5 میلیارد تا 25 میلیارد دلاره پس اینجا میبینیم که حداقل سالانه 25 میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق میشه اما قاچاق کالا چه زیانی برای اقتصاد و مردم ایران داره یکی از مهمترین زیانهای قاچاق کالا نابودی فرصت‌های شغلیه بر اساس برآوردهای کارشناسان اقتصادی هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مصرفی از جمله قاچاق کالا حداقل صد هزار فرصت شغلی رو در کشور مقصد از بین میبره و این در حالی که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبرو بر این اساس حتی با فرض صحت آمار 25 میلیارد دلار قاچاق کالا نزدیک به دونیم میلیون فرصت شغلی در ایران از بین رفته کارشناسان اقتصادی معتقدن قاچاق سالانه حدود دو میلیارد دلار باعث کاهش تولیدات صنعتی به میزان 8 درصد میشه فقر دیگر پیامد اصلی قاچاق کالا است به این معنی که قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی درآمد سرانه و گسترش بیکاری در جامعه خواهد شد از سوی دیگه این کار باعث شکاف طبقاتی وحشتناک بین وارد کنندگان اصلی قاچاق با مصرف کنندگان میشه زیرا وارد کنندگان و قاچاق کنندگان کالا با نپرداختن مالیات و عوارض معمول واردات سود هنگفتی به جب میزنند همچنین قاچاق موجب افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، توزیع نابرابر درآمدها در جامعه و سایه شوم فقر رو در جامعه گسترش میده. نابودی تولید داخل و صنایع کوچک و بزرگ یکی دیگر از آسیب هاییه که قاچاق کالا به اقتصاد اخت... میزنه. اختلال در بازار و از بین بردن بخش سالم تجاری اقتصاد نیست از عوارض دیگر قاچاق کالا است. اما چه کالاهایی به ایران قاچاق میشن؟ به قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمی زاد، از ماشین های لوکس و لاکچری گرفته تا پوشاک و هر چیزی که به ذهنتون بزنه قاچاق میشه. اما سوال اساسی اینجاست که این میزان قاچاق توسط کی انجام میشه بر اساس اعترافات خودشون بیش از 95 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام میشه مبادی رسمی یعنی اسکله ها ها و فرودگاه ها هاشمی تبا از کاندیداهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در مناظره های اون زمان در سال 96 گفت از 114 اسکله کالای قاچاق به طور رسمی وارد میشه تمام این اسکله ها و فرودگاه متعلق به سپاه پاسدارانه 114 اسکله متعلق به پاسدارانه که با دست باز کالای قاچاق وارد میکنند در نتیجه قاچاق کالا زیر نظر خامنه ای و ارگانهای اقتصادی اون انجام میشه که البته قیمتش بیکاری و بدبختی مردم ایرانه این در حالیه که رژیم کولبران محروم رو که برای یک لغمه نون بارهای سنگینی رو در کوهستان ها به دوش میکشن رو به گلوله میبنده و میکشه همچنین سوخبرانی که برای نجات از گرسنگی دست به این کار میزنن تعمه گلوله های نیروهای رژیم میشن و جان خودشون رو از دست میدن اما قاچاقچیان اصلی که سپاه و سایر نهادهای رژیم هستند کسی کاری به کارشون نداره و با دست باز مشغول مکیدن خون مردم هستند